اوضاع غریبی است. آمریکا دچار ضعف شده است. اینم یک واقعیتی است. هم ضعف اقتصادی و مالی، هم ضعف سیاسی. آمریکا در سیاست خاورمیانه‌ای خودش شکست خورد. در قضیه فلسطین شکست خورد. در قضیه عراق شکست خورد. در قضایای داخلی آمریکا هم که آمریکایی‌ها سعی می‌کنن اینو پنهان کنن، آمریکا دچار ضعفه. ملت آمریکا 4 ماه تو خیابان‌هان، بیش از 4 ماه. تو این هوای سرد در سرتاسر آمریکا در ایالت‌های مختلف این همه مردم بیان توی خیابان‌ها بایستن در مقابل فشار پلیس و ضربه‌های سخت پلیس ایستادگی کنن. امروز غربی‌ها در مسائل اقتصادی دچار ضعفن، در مسائل سیاسی دچار ضعفن، در تصمیمات بین‌المللی دچار ضعفن، از جمله همین تصمیم به تحریم ما. اینا همینطور مرتبا در تحقیقاتشون میگن ما این تحریم‌ها رو می‌خوایم بر ایران اعمال کنیم تا ایران رو وادار کنیم به عقب نشینی. حالا در قضیه هسته‌ای بهانه‌شون اینه. خب همه دنیا پس فهمیدن این تحریم‌ها برای فشار بر ایران، برای عقب نشینی در قضیه هسته‌ای و قضایای دیگه است. خب وقتی ما عقب نشینی نکردیم چه اتفاقی میفته؟ اروپایی‌ها 2 سال پیش از تامین سوخت راکتور پزشکی تهران که ایران برای اون به اورانیوم با غنای 20% نیاز داشت امتناع کردند. به این ترتیب ایرانی‌ها اعلام کردند که خودشون این غنی‌سازی رو انجام خواهند داد و این کار رو هم کردند. به نظر میاد تحریم‌ها علیه ایران با شکستی بزرگ و دراماتیک مواجه شده. یک جمله هم راجع به این تهدیدهای آمریکا عرض بکنیم. مرتباً تهدید میکنن دیگه.